نقدر بی هدف و گونگ بازی میکنن در این دقایق، هنوز جا نیافتاده. این ضربه که شوت از راه دوری که در چارچوب قرار نگرفت فرناندو گابریل. حالا گابریل میفرسته به روی دروازه و توپی که در دستای دروازه‌بان اکبر تورایف قرار میگیره. محمد نوری راه میاندازه پشت مدافعین، یه فرار، همکاری خوب تیم درون محوطه جریمه، نظر داور و پنالتی. پنالتی برای پرسپولیس روی اولین کار جدی و گروهی اونا که اعتراض بازیکنان بنیادکار هم حاصلی رو در پی نداره. محمد نوری توپ رو فرستاد، این ضربه سر رو میداد علی شاه زد و تارومی پنالتی گرفت. اولین و جدیترین موقعیت پرسپولیس، خود نوری حرکت میکنه میزنه و توی دروازه. پرسپولیس 1 بنیادکار 0 با ضربه پنالتی محمد نوری. حالا همونجا جشن شادی کوچیک خودشون رو هم برگزار میکنن پرسپولیسی ها. باعث شد که پرسپولیس 1-0 در تاشکند پیش بیفته. دو تجربه قبلی مقابل بنیادکار برای تیم پرسپولیس تجربه موفقی نبوده. یه بار دیگه ارسال توپ، این ضربه سر روی تیر دو یه لحظه خطرناک بود. خطای احمد نوراللهی از این سمت. حالا باز هم بازیکنان ازبکستان فرار میرزن، توپ رو به روی دروازه، این بار هم اشتباه نمی‌کنن، خوشبختانه توپ رو دور می‌کنن. تعویض منطقه بازی به سمت چپ، اکرم جان کامیلوف هست، یه فرار، یه ارسال به روی دروازه، این فرصت و خطرناک بود. باسم گابریل بلند پشت مدافعین، یه پاس عالی، یه لحظه تک به تک، شاید اگر امید علی شاه بیش از این که به فکر پنالتی بود سعی میکرد از این فرصتش استفاده بکنه، آیدی بهتری داشت. ببینیم چی شد. فرصت طلایی روی پاس عالی نصیبش شد. سمیر بکریچ مواظب هست. حالا باز هم گابریل که اکثر ضربات ایستگاهی را میزنه به روی دروازه. روخیت شودیف و هم در بازی قبل به عنوان جانشین به بازی اومد. یک بار دیگه این ضربه سر و آفرین به سوشا مکانی، چه واکنشی نشون داد. ضربه سر عالیه روخیت شودیف، داشت یه حرکت عجیب انجام میشد، اولین توپی که بهش خورد. یه بار دیگه فشار بازیکنان بنیادکار، ضربه رو میزنه و سوشا مکانی باز هم عالی واکنش نشون میده. فقط یک کورنر پرسپولیس داشته در حالی که بنیادکار 7 کورنر، اما هیچ ترفی نبست از این میزان کورنرهاش. رشیدوف خودش مستقیم میزنه در چارچوب و سوشا مکانی که توپو در اختیار میگیره.